حالا اما ایرانیانی که برای اخذ مزایای پناهندگی یا شکل‌های دیگری از اقامت از ایران خارج می‌شوند، دچار مشکلاتی متفاوت شدند. منابع آگاه می‌گویند موج جدید مهاجرت ایرانیان به خارج از کشور پس از ناآرامی‌های متعاقب انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته آغاز شده است. به گفته آنان، هزاران ایرانی اخیراً به سه کشور ترکیه، یونان و قبرس رفتند که گویا تحت شرایط ویژه به ایرانیان روادید ورود می‌دهند. طبق گزارش سایت خبری آلمان، قبرس در میان کشورهایی که ایرانیان در آن پناه می‌جویند رتبه چهارم را دارد. ابراهیم مرادی از فعالان سیاسی مدنی که خود سالها مقیم قبرس است، در این زمینه بیشتر تحقیق کرده و ماه‌منیر رحیمی در این باره با او گفتگو کرده است. حدود دو سال پیش دفترهای زیادی به نام مشاورین خرید و فروش املاک در قبرس یونانی بازارش داغ شد و تبلیغات زیادی میشد برای خرید خانه، اونم به این شکل: خرید خانه با اقامت دائم یا با اجازه کار و با وام 80%. ایرانیان زیادی از ایران آمدند، قبرس خونه خریدند، ولی بعد نارضایتی ها شروع شد. آنهایی که خانه خریده بودند امروز دنبال مشتری میگردند برای فروش خونه هاشون با قیمت پایین و یا اصلا به طور کلی خانه هاشون رو ول میکنن، برمیگردن به ایران. چرا تصمیمشون عوض میکنن یا اقامت نمیتونن بگیرن؟ چه مشکلی براشون پیش اومده؟ اینا وقتی شروع کردن بعد خرید املاک در قبرس با این امید اومدن اکثرا برای اقامت اینجا یا بتونن اینجا کاری بکنن، روزمره‌اش نمی‌تونن، ولی متاسفانه بعد از گذشت زمان متوجه شدن که حتی اونهایی هم که خونه می‌خرن صرفاً میتونن فقط یک اقامت کوتاه مدت داشته باشن به مدت 6 ماه و اگر وامی هم داشته باشن حتماً باید اون قسط وامشون رو از طریق ایران یا کشور خارج از قبرس تهیه بکنن و به حسابشون واریز بکنن. یعنی داشتن یک ملک در قبرس امتیازی محسوب نمیشه برای گرفتن اقامت اون کشور؟ به هیچ وجه. اینجا ایرانیان زیادی هستن تو قبرس به عنوان پناهنده. میدونید که قبرس یکی از کشورهایی است که ایرانیان خاطر مسائل و مشکلات داخل ایران پناهنده شدن. از 5 سال گرفته تا 12 سال 13 سال تو قبرس هستن. اینا نه اینکه پناهنده شناخته شده هستن، املاک هم دارن و شرکت هم دارن. هنوز اینا هیچ کدومشون تا حالا اقامت نتونستن بگیرن. بس ملاک نمیشه. پس این خبر یا این امیدواری یا این شایعه هر چه که هست از کجا به وجود اومده؟ چرا این همه ایرانی ها به گفته شما هجوم آوردن برای خرید خونه در قبرس؟ اون چیزی که من به عنوان یه شاهد و با ایرانیان در تماس هستم و میبینم حضورا، اینا بیشتر همون فکر کنم اول اون وام 80% 70% خوردن و اقامت و از چیزی که مهم بود براشون قیمتی که بر مسکن پرداخت کردن، قیمت بسیار بالایی پرداخت کردن. نقطه‌ای که مهمی کم این بود که اونهایی که تصمیم دارن به هر دلیلی بیان قبرس مسکن بخرن، حتما قبل از خرید خونه با دو یا سه تا از بانک‌های قبرس مشاوره بکنن و قیمت‌های مسکنشون رو از طریق همون بانک‌ها بذارن، نه اینکه کسی بیاد قیمت بذاره بگن این مسکن این قیمت می‌ارزه. متاسفانه بدون اینکه اینا بیان از جای پرسجو بکنن، برن از طریق وزارت کشور یا سفارت قبرس در تهران بتونن جواب اطلاعات بیشتر کسب بکنن، بدون اطلاع اومدن اکثرشون و بی‌تجربه بودن. شما مشکل رو زایده عدم اطلاع یا اطلاعات نادرست میبینین؟ خب این اطلاعات نادرست چطوری پخش شده بین مردم؟ چه کسی موجب شده که اینطوری فکر کنن که با خرید خونه میتونن اقامت بگیرن؟ والا این اطلاعات شما هر وبلاگ و سایت میبینید متاسفانه تبلیغات وسیع شده، همون فکر میکنن چیزایی که تو دبی بودن بعد از فضا شدن بازار دبی سمت سوی قبرس و کشورهای دیگه، و متاسفانه وقتی که هموطن میبینید در قبرس با چه امیدی میاد برای خرید خونه و دنبال یک زندگی بهتر، با این فجایعی که روبرو میشه بسیار نگران کننده است.